آیا با افزایش فشار بیرونی ایران فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی را بیشتر کرده؟ بررسی وضعیت حقوق بشری ایران در ماه‌های گذشته به ما چه می‌گوید؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. در پی هر روز خبرهایی درباره بازداشت، محاکمه و صدور احکام طولانی برای فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران به گوش می‌رسد. بازداشت خبرنگاران هم با همین سرعت ادامه داشته. همه اینها همزمان با روشن شدن اشتباهات دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران درباره پرونده‌های مختلف، اتهام گروگان گرفتن دو تابعیتی‌ها و شکنجه بازداشتی‌های تجمع‌های صنفی. همه در زمانی که ایران به شدت تحت فشار تحریم هاست. بعضی میگویند همواره وقتی فشار از بیرون بیشتر میشود جمهوری اسلامی فضا را برای فعالیت سیاسی و اجتماعی تنگ تر میکند. میپرسیم آیا اینطور هست و اگر هست چرا؟ در برنامه فعلا دو مهمان داریم. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگار از نیویورک با ماست و اینجا در استودیو رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. خوش آمدید. خانم بحرینی، آیا این گزاره صحیح هست که هر وقت فشار از بیرون بیشتر میشه شاهد فشارهای بیشتری در داخل هستیم؟ در موارد صحیح بوده، ولی اینکه الزاماً این فشار بین المللی ربط مستقیم داشته باشه به سرکوب در مورد ایران، من حداقل در موردش چندان مطمئن نیستم، چون مثلا این روند دستگیری ها و صدور احکام سنگین از سال 92 شروع شد به طور مشخص و اون زمانی بود که برجام تازه نهایی شده بود و بسیاری امیدوار بودند که به دنبال گشایش در روابط بین المللی فضای داخل ایران هم باز بشه و در اون مقطع تحلیل این بود که دستگاه قضایی میخواد این پیام به جامعه مدنی بده که باز شدن فضای بین المللی باعث باز شدن فضای داخلی نخواهد شد. خب امروز ما در نقطه متفاوتی قرار داریم. ایران فوق‌العاده زیر فشار از نظر بین‌المللی و با این سرکوب داخل روبرو هستیم. شاید بیشتر وقتی که میشه گفت وقتی که روابط بین‌المللی تحت تاثیر مسائل هسته‌ای و موشکیه و موضوع حقوق بشر در صدر اولویت‌های دولت‌ها نیست، در گفتگوهاشون با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دست خودشون رو بازتر می‌بینن که به سرکوب ادامه بدن. ولی من بیشتر دلایل این تشدید وحشتناک سرکوب در ایران و فضای داخلی کشور میدونم و اعتراضاتی که به طور مداوم در جامعه در جریان و رو به رشته. آقای میرابراهیم، نظر شما چیه؟ آیا اول نظرتون رو در مورد همون بحثی که از خانم بحرینی هم پرسیدم و همینطور اگه فکر میکنید که فضا تنگتر شده در داخل ایران؟ ببینید، برای اینکه به این موضوع بپردازیم باید اینو بپذیریم که حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر از همیشه اینجوری بوده، یه حکومت چنگانه است و این چنگانه به این معنا که قدرت‌های مختلف به طور موازی همدیگر در حال به اصطلاح خونسا کردن یا با همدیگر رقابت کردن در درون خود اون ساختار جمهوری اسلامی هستند و این یکی از دلایل اصلی هستش که هر وقت ما به اصطلاح این نوع تحلیل ها رو میتونیم بعضی موارد جنبندی بکنیم، بگیم که مثلا فشار بین المللی وقتی بیشتر میشه مثلا داخل نمیدونم سرکوب کمتر میشه یا به عکسش، ولی واقعیت اینه که این چنگانگی در درون سیستم باعث میشه که به هر حال یک جریانی در اون سیستم هستن که دوست داره علاقمنده که با دنیا ارتباط برقرار کنه و به اصطلاح اینگیج بکنه و در ارتباط باشه، یه بخش دیگه هستش که اصلا به طور ایدئولوژیک و فان بنیادی اینو قبول نداره و همیشه این بالانس بین این چند دستگی در داخل ایران باعث میشه که هر وقت مثلا به فضا قراری خور نرمتر بشه در فضای بین‌المللی، در داخل گروه هایی که قدرت رو دارن و ابزارهاشون در دست دارن نشون بدن که قدرت دست اونهاست، بخاطر همین سرکوب ها بیشتر میشه و بعد احکام سنگین تر میشه، بازداشت ها بیشتر میشه. این به نظر من این موضوعی که ما می‌بینیم ناشی از چنگانگی درون سیستم هست و یک رقابت درونی که همه علیه همدیگه در حال به اصطلاح نشون دادن ضرب شست هستن. خب با این حساب پس می‌بینیم که هر دو به نتیجه رسیدیم که ظاهراً این روندی هست که حالا در هر شرایطی در ایران می‌بینیم که احکام ممکنه سنگین باشه، بالا پایین‌هاش خیلی دست اتفاقات بین‌المللی شاید نیست. ولی خانم بحرین، آیا میشه الان گفت که وضعیت حال حاضر وضعیت استثنایی هست نسبت به سال‌های گذشته؟ احکام بسیار طولانی می‌شنویم،
خبرهای شکنجه میشنویم، خبرهای گاف‌های سیستم‌های اطلاعاتی که افرادی میان بیرون و میگن که ما رو مجبور به اعتراف کردن ولی اصلا چنین پرونده‌ای نبوده. آیا اینها تازه است یا ما تازه در موردشون میشنویم؟ نسبت به یک دهه گذشته تازه است و فوق‌العاده وخیمه. احکامی که صادر میشه کاملا بی سابقه هستند در یک دهه گذشته. برای مثال در گذشته اگر مثلا فعالیت های اول شاید بهتر اینو گفت که فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری و مدنی دهه هاست که در ایران جرم انگاری شده، ولی اگر در گذشته برای مثال مصاحبه با رسانه خارج از کشور مصداق تبلیغ علیه نظام میشد و بین 6 تا 1 سال حبس میگرفت، امروز همون عمل مصداق همکاری با دولت متخاصم میشه و با 10 سال زندان فرد میشه. بله. یا مثلا در مورد شبکه های مجازی اگر زمانی این مصداق تبلیغ علیه نظام میشد، امروز مصداق عضویت در یک گروهی که علیه امنیت ملی فعالیت میکنه، مثلا در مورد آقای امیر سالار داوودی، و با 10 سال زندان فقط به خاطر این مورد روبرو شده. یعنی فعالیت های مسالمت آمیز امروز با جرم های بسیار سنگین تحت عناوین مجرمانه سنگین تری قرار می گیرن. یک اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که ما با تعدد اتهامات روبرو هستیم. مثلا اگر در گذشته بین 2 تا 3 اتهام علیه فعالین مدنی مطرح می کردن، ما امروز می بینیم که گاهی به 7 یا 8 عنوان اتهامی برمی خوریم و بنابراین حکم نهایی که صادر میشه بسیار سنگین تره. درسته که در عمل سنگین ترین مجازات اعمال میشه، مثلا در مورد خانم نسرین ستود 10 سال، ولی یک پیام خیلی ارعاب‌آور به جامعه هست وقتی که مجموعه فعالیت‌ها رو تحت 7 عنوان اتهامی می‌زنن که در مجموع مثلا به 33 سال زندان در یک پرونده منتهی بشه. اینها اتفاقاتیه که نادره و داره به شکل بیشتری در پرونده‌های متعدد اتفاق می‌افته. مثلا در حال حاضر ما 3 وکیل برجسته حقوق بشری رو که در زندان داریم، محمد نجفی، امیر سالار داوودی و نسرین ستوده، و همه اونها با احکام سنگین بین 19 سال تا 38 سال روبرو هستن. آقای میرابراهیمی، شما فکر میکنید که آیا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در ایران تحت تأثیر این احکام کمتر شده؟ آیا منظورم این هستش که آیا نظام با این جوی که ایجاد میکنه، به قول خانم بحرین، جو ارعاب، میتونه جلوی فعالیت‌های بیشتر افراد رو در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی بگیره یا نه؟ ببینید، واقعیت اینه که به هر حال همونجوری که من نکته‌ای که خانم بحرین اشاره کردن تایید میکنم که به یک نوع این افزایش احکام و یا تعدد غیر معمول اتهامات برای متهمان که بعضیا همونجوری گفتن مثلا 7 8 تا اتهام مطرح میشه به خاطر اینکه در مجموع یک حکم سنگینی صادر بشه، بیشتر به استنباط من همین هستش که میخواد پیام داده بشه به اون قشر، به جامعه، که چه هزینه بالایی داره مخالفت با سیاست‌های نظام، و این به اصطلاح یک همون سیاست ارعاب ایجاد کردن برای اینکه فعالیت‌ها رو کمتر بکنه. ولی وقتی بیایم به اصطلاح در با آمار و ارقام نگاه بکنیم، می‌بینیم در طول همه این حداقل 2 دهه اخیر به هر حال این احکام سنگین یا احکامی که صادر شده در مورد اتهاماتی یا به اصطلاح فعالیت‌هایی که جرم نیست، در واقع حتی در اون قانون اساسی هم حتی جرم نیستش، این نشون میده که به هر حال ادامه داشته. امکان داره یه مدتی یک فعالیت در یک قشری به اصطلاح ساکت بشه، رکود ایجاد بشه درش، ولی همیشه برمیگرده و دوباره مطرح میشه. به خاطر همین من فکر نمی‌کنم که این ارعاب ایجاد کردن لزوما در همه به اصطلاح قشرها تاثیرگذار بوده، چون واقعا همینطور است آقای میرابراهیمی، به خصوص که مثلا الان می‌بینیم که مثلا فشار فوق‌العاده روی جنبش زنان به شدت در یه حوزه‌های این جنبش رو اصلا از کار انداخت. فشار خیلی حداکثری روی جنبش دانشجویی در یه برهه زمانی به طور کامل جنبش دانشجویی رو از خط دست کم خارج کرد. شما فکر می‌کنید که اینطور نیست که این جور فشارها نقطه پایانی بذاره به جنبش‌های اینچنینی، جنبش‌های مدنی؟ نه، ببینید، اون نوع سیاستی که جمهوری اسلامی در مورد نوع سرکوب این بخش انتخاب میکنه یک بخش قضیه است، و واقعیت اینه که یه بخش دیگه قضیه است که در درون یک جنبش یا یک قشری که داره به اصطلاح حرکت انجام میده چقدر اتحاد و چقدر استمرار وجود داره. مواردی که اشاره کردی در
با توجه به فشارهایی که حکومت در مورد فعالان به اصطلاح اعمال میکنه، ولی در کنار اون به نظر من اختلافاتی که در درون خود اون گروه ها به وجود میاد هم عامل رکود و یا از همپاشی خیلی از حرکت ها در مواقع مختلف بوده. مثلا جنبش زنان رو ما در حداقل یه دهه گذشته دیدیم که در یک به اصطلاح اوجی داشتن و بعد اختلافات درونی هم در کنار محکومیت ها و یا سرکوب حکومت باعث شده که این جنبش حداقل فعالیتش کمتر بشه در یه مقطعی، یا مثلا جنبش دانشجویی همونجوری که میدونید همه این جنبش ها درش متاسفانه یک اتحاد همبستگی و استمرار وجود نداره. وقتی به اصطلاح سرکوب ها زیاد میشه و هزینه بالا میره و بعد استراتژی ها مختلف میشه، اختلافات بیشتر بروز پیدا میکنه و از درون معمولا خیلی از این جنبش ها دچار اختلاف میشن و این یکی از چیزهایی است که به نظر من حکومت روش حساب کرده. وقتی فشار زیاد میکنه متاسفانه اون فعالان با یه هسته اصلی به اصطلاح به مرور از هم میپاشن و اینو باید بررسی کرد که چرا میپاشن. آیا اینطوره خانم بحرینی؟ من فکر میکنم علاوه بر تاثیرگذاری بر فعالیت‌های مدنی و به هر حال ایجاد ترس و ارعاب که باعث میشه یک عده‌ای کنار بکشن، یک آسیب خیلی بزرگ دیگه‌ای که این سرکوب‌ها به جامعه وارد میکنه اینه که فعالان مدنی، وکلای برجسته حقوق بشری و فعالان رسانه‌ای که دستگیر میشن، این افراد در مواقعی که اعتراضات مردمی صورت میگیره حلقه اتصالن بین خانواده‌های بی‌پناه بازداشت شدگان و خود بازداشت شدگان و نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های خارج از کشور، و وقتی که این افراد همه در زندان هستن بعدتر وقتی اعتراضات مردمی صورت میگیره فجایع خیلی بیشتری پیش میاد و اون قشری که حامی این افراد میتونه باشه به خاطر تجربهش در سازماندهی فعالیت‌های مدنی عملا خودش در زندانه و دیگه نمیتونه اون نقش حمایتی رو بازی بکنه، و به همین دلیل هم هست که اینجا که فعالان مدنی وکلایی که خودشون سالها هزینه کردن برای ساختن یک جامعه بهتر واقعا باید از حقوقشون به شکل خیلی جدی دفاع بشه، چون جامعه به این سرمایه ها نیاز داره در لحظات بحرانی که با فجایع بیشتری روبرو بشه. من میخوام یه مقدار مصداقی هم صحبت بکنیم. مثلا وقتی که در مورد خبررسانی الان اشاره کردید شما، من در مورد همین که امروز داشتم میخوندم در مورد وضعیت بعضی از این پرونده ها، مثلا در مورد کیومرث مرزبان خوندم که کسی توییت کرده بود که ما یه توییت کردیم اطلاع رسانی کردیم در مورد وضعیتش، از زندان تماس گرفت گفت که من وضعم خوبه تا ماه دیگه آزاد میشم، این توییت هم پاک کنید اصلا اطلاع رسانی نکنید. شما به عنوان کسی که به هر حال فعالیت حقوق بشری میکنید، اینجور پرونده ها رو هم دنبال میکنید، اطلاع رسانی از چه زمانی باید آغاز بشه وقتی یک فرد بازداشت میشه، و فکر میکنید چقدر اطلاع رسانی کمک میکنه، چقدر میتونه به ضرر او باشه؟ بر اساس تجربه ما اطلاع رسانی از بعد و بازداشت بهتره که صورت بگیره، به این دلیل که به خصوص روزهای اول پس از بازداشت خطرناکترین روزها برای فرد بازداشتی هستن، چون تحت فشار عظیم قرار داره که علیه خودش اظهارات مجرمانه بکنه و اعتراف بکنه، و تجربه نشون میده که اگر در این زمان اطلاع رسانی گسترده صورت بگیره بازجو دستش بسته تره برای اینکه بخواد این دوره فشار رو طولانی بکنه. خیلی از جواب بازداشتی ها میگن که شما فراموش شدین، کسی در موردتون اطلاع رسانی نمی کنه حتی وقتی اطلاع رسانی داره صورت میگیره، و بازجوها دائم به خانواده ها میگن که ساکت باشین این به نفعتونه، و قطعا بازجویی که یک فرد رو دستگیر کرده در انفرادی قرار داده و تحت فشار شکنجه داره قرار میده منفعت اون فرد رو در نظر نداره. بنابراین توصیه‌ای که از سوی بازجوها خانواده‌ها دریافت میکنن رو واقعا نباید توصیه با حسن نیتی دونست. اطلاع رسانی در این حال ممکنه در وهله اول خانواده رو زیر یه فشاری قرار بده، ولی تجربه نشون میده که از یک جایی بالانس قدرت عوض میشه و این تا یه حدی اون بازداشتی بی‌پناه رو که نه دسترسی به وکیل داره نه دسترسی به تماس تلفنی مداوم داره حداقل در یک امنیتی قرار میده تا زمانی که اون دوره تحقیقات تموم بشه. از طرف دیگه میبینیم که الان تعداد کسانی که وارد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی میشن یا تعداد کسایی که پرونده پیدا میکنن، مثلا شما میبینید که یک عده میان 14 نفر در ایران نامه مینویسند به آقای خامنه‌ای، بعد تکرار میشه 14 نفر دیگه نامه مینویسن که الان تعداد قابل توجهی از اونها هم بازداشت هستن، این حکم این جرم‌انگاری میشه اینکه نامه نوشتن. از طرف دیگه کسانی هستن که مثلا فعالیت محیط زیستی کردن، اونها هم با اتهاماتی روبرو هستن. آیه میر ابراهیمی، آیه به نظر شما اصلا روشن هست در ایران که چه جور فعالیت‌هایی قابل اجراست؟ یعنی
موضوع عمده این هستش که بسیاری در ایران میگن که ما هر فعالیتی بکنیم به نوعی گیریم، یعنی بهتره که هیچ جور فعالیتی انجام نشه. آیا واقعا اینطوره؟ آیا حکومت ایران میخواد هر نوع فعالیت مدنی و اجتماعی و سیاسی رو کلن درشو ببنده؟ ببینید، قبل از اینکه من به این سوال شما پاسخ بدم، در مورد سوالی که از خانم بهرینی کردی، به دلیل تجربه شخصی که خودم داشتم در زندان، میخوام اینو تاکید بکنم که واقعا اطلاع رسانی از همون لحظه اول توسط خانواده ها نقش بسیار مهمی داره و حتی اگر فشار اولیه به متهم در بازداشت رو افزایش بده، به نفع متهم هستش در کل، به خاطر اینکه بازی رو از دست تیم بازجویی خارج میکنه و اشتباه بزرگی خانواده ها میکنن دقیقا همینه که فکر میکنن چیزی که بازجو میگه یا چی میگه تیم بازجویی میگه همه به اصطلاح تاثیرگذار و مثبت هستش، در حالی که همچین چیزی نیستش. و به نظر من هر چیزی که چه بازجو میگه، چه تیم بازجویی میگه، چه حتی خود متهم از داخل زندان در شرایط غیر عادی ازشون میخواد رو به نظر من برعکسش باید انجام داد. این رو من به عنوان کسی که خودم در اون جایگاه قرار داشتم و در همچین شرایطی بودم میگم و فکر میکنم که حتما این کار رو بکنن خانواده ها اصلا به این موضوع، چون در نهایت به نفع متهم عمل میکنن. اما در مورد سوال شما، من ببخشید یادم رفت، من یه بار دیگه این تکرار بکنم چون سوالم یه مقدار طولانی بود. بحث این هستش که چه جور فعالیت هایی الان در ایران قابل اجرا هست، قابل انجام هست، برای اینکه چه شما یک نامه بنویسید به عنوان فعال سیاسی مثلا از آقای خامنه ای درخواست استعفا بکنید، چه شما مثلا فعالیت زیست محیطی بکنید یا فعالیت چه میدونم کمک به کودکان محتاج بکنید، هر جوره میشه برای شما یک پرونده ایجاد کرد. دقیقاً. ببینید، ما مشکل زیاد در جمهوری اسلامی داریم، ولی دو تا از عمده ترین مشکلاتی که وجود داره، مشکل ساختاری که در جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی وجود داره. چه قوانین اصلی ما، چه قانون اساسی و چه قوانین اصلی مثل مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری و مدنی، همه اینا رو که تمام قوانین دیگه هم در نظر بگیرید، توشون یک سری مفاهیمی وجود داره که توش قابل به تفسیر هست برای ضابطین و قضات و بازپرس‌ها و میتونن هر چیزی رو بر اساس تحلیل اون نهاد بیان به اصطلاح مستاق اون مورد خاص قرار بدن و متاسفانه این اتفاق داره هی میفته و بیشتر میشه. و عملا در حال حاضر شما میبینید که ما یک جنگ اطلاعاتی هم در داخل ایران شاهد هستیم، یعنی ما نهادهای اطلاعاتی که در ایران وجود دارن یک نوع رقیب هم دیگه هستن و یک به اصطلاح جنگی بین اونها وجود داره و این جنگ اصلا علنی شده. مثلا حتی شما در حوزه قانونگذاری هم میبینید، یکی از حالا یکم تو پرانتز بگم، مثلا ماجرای همین لایحه‌ای که تابعیت میخواست بده به کودکانی که مادرشون ایرانی هستن، به شما اگر برید مطالعه کنید گزارش ها و نوع برخورد شورای نگهبان، میبینید در نهایت رسیده به این دعوا که مجلس اومده گفته که مستاق کسی که نهادی که باید بیاد بگه مشکل امنیتی داره یا نه وزارت اطلاعات است، و بعد شورای نگهبان ایرادی که وارد کرده میگه که اطلاعات سپاه هم باید اد بشه، به اصطلاح اضافه بشه. بله. نشون میده که این جنگ اطلاعاتی هم در درون ایران وجود داره. خب اینها این نهادهای اطلاعاتی اشاره خوبی کرده آقای میر ابراهیمی، با توجه به اینکه این پرونده اخیر آقای مازیار ابراهیمی هم یه جورایی با دعوای این دو گروه اطلاعاتی رو شد، به نفع فعالان سیاسی اجتماعی هست این دعوا یا نه؟ متاسفانه نمیتونم بگم به نفع چه کسی هست، ولی واقعیت اینه که قربانی میگیره و عملا این جنگ اطلاعاتی در درون داخل ایران داره فعالان رو، روزنامه‌نگاران رو، همه رو داره قربانی این جنگ میشن و متاسفانه هیچ راهکاری هم نمیشه گفت ارائه داد که آقا، چون مشکل ساختاری هستش و عملا تنها کاری که به نظر من میشه کرد اینه که اطلاع رسانی کرد، نذاشت که هیچ صدایی در داخل ایران به اصطلاح ساکت بمونه و هر صدایی رو به بیرون آدم باشه، چون هزینه رو باید برد بالا برای این نوع عملکردهایی که ضابطان قضایی دارن انجام میدن، که به طور خاص در حال حاضر اطلاعات سپاه و اطلاعات هایی که موازی وزارت اطلاعات هستند به اصطلاح فرمون دست اوناست و خیلی از این پرونده ها اونا دارن پیگیری میکنن، هرچند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم دست کمی از اونا نداره، ولی حداقل این رقابت بین اطلاعاتی ها داره قربانی میگیره و متاسفانه فعالانی که مسالمت آمیزترین حق خودشون رو دارن به اصطلاح تمرین میکنن یا استفاده میکنن، دارن قربانی این جنگ اطلاعاتی میشن. خانم بهرینی، از طرف دیگه گزارشگران بدون مرزی گزارش داده، نمیدونم شما در جریانش هستید یا نه، گفته ایران به بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن بدل شده. آیا شما نشانه‌ای میبینید که فعالان زن بیشتر تحت فشار باشند در این سالهای اخیر؟ احکام طولانی میشنویم برای کسانی که، برای زنانی که به هر عنوانی الان در زندان هستن، که سابقا شاید کمتر شاهد چنین احکامی برای زنان میبودیم.
به نظر شما تغییری حاصل شده در شیوه نگاه جمهوری اسلامی به فعالان زن؟ من فکر میکنم در گذشته هم دوره هایی بوده که ما با موج بازداشت فعالان حقوق زنان روبرو بودیم، مثلا در دوران کمپین 1,000,000 امضا که تعداد خیلی زیادی از مدافعان حقوق زنان در بازداشت به سر بردن. در اون زمان به خاطر جو بازتر جامعه حکم های کمتر سنگینی صادر شد یا خیلی بعد از دوره بازداشت آزاد شدن و محکوم به حبس نشدن. اما مشخصه که با رشد حرکت های اعتراض علیه حجاب اجباری، سرکوب زنانی که به این حرکت‌ها پیوستن به شدت افزایش پیدا کرده. دست کم 32 زن در طی یک سال و نیم گذشته بازداشت شدن و الان هم که 3 نفر از این مدافعان حقوق زن به این حکم‌های سنگین 16 سال و 23 سال محکوم شدن و خیلی واضحه که حکومت در حراس از این حرکت رو به رشد زنان و پتانسیل اعتراضی اون رو متوجهه. وقتی که این پتانسیل هستش که تعداد بسیار بسیار در میلیون ها زن که تحت این قانون تبعیض‌آمیز و آزارآمیز هستند به این حرکت بپیوندند و در اون مقطع دیگه این بازداشت ها و احکام سنگین هم کارساز نخواهد. سوال من بیشتر مربوط هست به زنانی که در حوزه های دیگه هم فعال هستند. یعنی مثلا شما وقتی پرونده سفید قلیان رو میشنوید، سفید قلیان فعال زنان نیست، فعال کارگری هست. پرونده مرضیه امیری هم همینطور. یعنی میبینید که تعداد زنانی که در پرونده های با موضوع غیر مربوط به زنان لزوماً بازداشت میشن هم زیادتر بوده در ماهای گذشته؟ خب در راستای اون سرکوبیه که به طور کلی در جامعه در جریانه. ما کار آماری انجام ندادیم که بشه دقیق گفتش که واقعاً تا چه حد تعداد محکومین زن افزایش پیدا کرده، ولی خب الان تعداد زنانی که در بند زنان اوین نگهداری میشن در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و تعداد خیلی زیادی از زنان رو الان به قرچک منتقل میکنن و این خودش نشون میده که تعداد اونقدر افزایش پیدا کرده که بند زنان زندان اوین کافی نیست و البته که انتقال به قرچک به قصد آزار و مجازات مضاعف فعالان حقوق زنان هم داره صورت میگیره. بله که دراویش گنابادی هم جزوشون هستن و اعتراض هم کردن به وضعیت زندان قرچک. آیا میر ابراهیمی، آیا این که گفته میشه که ایران به هر حال الان با اروپا مشغول مذاکره است، همین دیروز مسئله آقای ظریف و آقای مکرون و در واقع صحبتهایی که ایران داره با اروپا میکنه، آیا اینها اصلا میشه گفت هیچ تأثیری در وضعیت حقوق بشری ایران داره یا ایران دیگه از اون مرز گذشته، دیگه اصلا براش مسئله حقوق بشر در روابطش با اروپایی ها مطرح نیست یا اروپایی ها اصلا اهمیت نمیدن؟ ببین بازم برمیگردم به اون جوابی که دادم در مورد چنگانگی درون جمهوری اسلامی، چنگانگی قدرت در درون جمهوری اسلامی. بخشهایی از قدرت هستند که براشون مهمه که این چهره حقوق بشری جمهوری اسلامی سیاه سیاه باشه یا یکم به اصطلاح خاکستری باشه. برای بخشی از حکومت اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه همه این انتقادات و این گزارش‌هایی که در مورد نقض حقوق بشر در دنیا صادر میشه رو جز افتخارات خودشون میدونن. ولی آقای میر ابراهیمی، اون بخشی هم که ظاهرا باید براش مهم باشه، مثلا سفیر دیپلماسی ایران آقای ظریف هم میاد و به قول بعضی‌ها در واقع اینها رو همه رو توجیه می‌کنه، حتی خود وزارت خارجه آمریکا بهش میگه مالکش اعظم، برای اینکه معتقده که میاد و در واقع همه این اتفاقات رو میزنه زیر فرش یه جورایی. خب ببینید دقیقا همین میخوام بگم، نکته اینه که در اتفاقی که افتاده، مثلا ادبیات آقای ظریف رو در این حداقل اخیرا نگاه کنید در مورد حقوق بشر، با ادبیات ایشون یکم در دوره‌ای که برجام صورت گرفته بود و درگیر اونا بودن متفاوت میبینید، به دلیلی که فکر میکنم اولویت ها متفاوت میشه. مثلا بر فرض در یک زمانی که دولت اول آقای روحانی شکل گرفته بود، چون اولویتشون مسائل هسته‌ای بود و مذاکرات بود، کمتر به این حوزه وارد می‌شدن و بعدش که مشکل هسته‌ای حداقل تو برجام اولیه یکم رفع شد، یکم دولت سعی کرد در مورد این قضیه وارد بشه، ولی خب مقاومتی صورت گرفت در بخش دیگه از قدرت و عملاً به اصطلاح نشون دادن که نمی‌خوان در این حوزه وارد بشن. ولی اتفاقی که به نظرم افتاده، آقای ظریف در دوره‌ای که استعفا داد و بعد برگشت دیگه، کلا شما میدونید ادبیات ایشون هم نگاه کنید دیگه، شده سفیر و وزیر خارجه آقای خامنه‌ای و
ادبیات و نوعی به اصطلاح موضع‌گیری‌هاش هم دیگه ربطی به لزوما به دولت و حالا به اصطلاح میانه رو نداره در داخل ایران و کاملا داره اونا رو نمایندگی میکنه، به خاطر اینکه بالانس قدرت متفاوت شده و بالانس قدرت به شخصی مثل آیزری اصلا اجازه نمیده بخواد غیر از این حرف بزنه و عملا به عنوان سخنگوی نظام جمهوری اسلامی داره توجیه میکنه و این نوع ادبیات ایشون هم به اصطلاح دفاع از کارنامه بسیار بد و سیاه جمهوری اسلامی که بعضی وقتا به اصطلاح حداقل این اخیراً ادبیات ایشون به مثل جواد لاریجانی شده در مورد مسائل حقوق بشری و خب این نشون میده که بالانس قدرت در اون در داخل ایران به سمتی رفته که حتی آدمایی که به ظاهر حداقل میانه رو بودن جذب اون سمت قدرت شدن که به اصطلاح شدن نمایندگی اون بخش رو دارن انجام میدن به خاطر که بتونن ادامه بدن در مسیر که هستن. برای نظر شما در این مورد چه زمینه اینکه به هر نزدیک میشیم به 6 ماهگی ریاست آقای رئیسی و قوه قضاییه عملکرد او رو هم در این حوزه بهمون بگید چطور میبینید؟ در مورد تاثیر بین‌المللی خب از یک جهت حرف شما درسته، یعنی حکومتی که میاد مثلا برای یک دختر 24 ساله به خاطر پخش کردن گل و صحبت کردن از آرزوهاش برای حقوق زنان 16 سال حکم زندان صادر میکنه، مشخصه که سرفکندگی و بی‌حیثیت شدنش از نظر حقوق بشری در جامعه بین‌المللی براش دیگه اهمیت در اون حد نداره، چون مشخصه که این حکم ها موجی از خشم و بهت و حیرت بین‌المللی رو به هر حال برمی‌انگیزن. اما در این حال جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده که فشارهای بین‌المللی رو در رابطه با حقوق بشر از روی خودش کم بکنه و برای همین دستگاه انکار و توجیه دیپلماسی کشور همواره فعال بوده، تلاش بسیار زیادی کردن که گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ایران تعیین نشه و بنابراین این فعالیت‌ها اهمیت داره. مکاتباتی که از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل با ایران صورت می‌گیره همچنان تعداد بسیار بالایی داره در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه، ولی تغییر از این فشارهای بیرون نمیاد، تغییر واقعا از داخل کشوره و اینکه افکار عمومی اگر داخل کشور در مقابل این سرکوب به جای اینکه فقط در واقع بی‌حس بشن یا منکوب بشن بتونن بیشتر این اعتراض و خشمشون رو علنی کنن، اون تاثیرگذاری بیشتری بر این دستگاه قضایی. متشکرم خانم بحرینی، آقای امیر ابراهیمی و ممنون از شما که با صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.